یک سری ویدیوهای آموزشی تعمیرات لپتاپ و کامپیوتر در خدمتتون هستیم. کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید تا از ویدیوهای جدید با خبر بشید. تو این جلسه میخوایم در مورد مقاومت که یکی از قطعات مهم الکترونیک هستش صحبت کنیم و در ادامه میخوایم در مورد یک دستگاه که برای تست و ابیابی معمولاً از اون استفاده میکنیم صحبت کنیم که این دستگاه مولتی متر هستش. مقاومت شما عموماً اگر به این شکله، چون از روی برد به برد لحیم شده، ما به اون مقاومت SMD میگیم. بنابراین یادمون باشه ما مجموعاً دو گروه قطعات روی بردهای الکترونیکی داریم، قطعاتی که مانند همین مقاومت پایش روی برد لحیم شده، اما قطعه دیگری میتونه باشه مانند مثلا یک برد الکترونیکی دیگه که الان خدمتتون نشون میدم. ما به اونها قطعات دیپ میگیم. قطعات دیپ در واقع پایه هاشون وارد برد میشه و از اون سمت برد لحیم‌کاری روشون انجام میشه. ملاحظه بفرمایید این یک برد پاور کامپیوتره و من چون شما بایستی با مجموعه قطعات SMD و دیپ آشنا بشید، بنابراین شما رو با این قطعات هم آشنا میکنم. این مقاومت‌ها رو که ملاحظه می‌فرمایید، ما به اینها مقاومت‌های رنگی میگیم. ببینید مقاومت‌های رنگی اینجا هستند. این مقاومت‌ها پایه‌هاشون رفته توی برد، برد سوراخ شده و از اون ور برد پایه‌هاشون لحیم شده. مقاومتی که در ابتدا بهتون نشون دادم مقاومت SMD بود، این مقاومت دیپ هست. مقاومت SMD روش مقدار نوشته بود. گاهی هم میتونه روش مقدار نباشه، ما باید از روی نقشه مقدارش رو پیدا کنیم. بنابراین مقاومت الکترونیکی رنگی شما که بیشتر تو پاورها و یا بخشایی که تامین ولتاژ و وات بالا نیاز دارید، این قطعات وجود خواهند داشت. ببینید این دو نقطه سوراخ‌هایی وجود داره، پایش میره پشت و حالا من قسمت پشت برد رو خدمتتون نشون میدم. ببینید در قسمت پشت برد پایه‌ها از برد عبور کردند و به این شکل لحیم کاری شدند. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید نقاط مختلف برد رو من خدمتتون الان نشون میدم. تمام این پایه‌ها رو که ملاحظه می‌فرمایید قطعه‌ای در اون سمت برد بوده که از این سمت لحیم شد. قطعات SMD، قطعات دیپ. خب حالا اگر مقاومت رو توی برد الکترونیکی دیدیم از نظر شکل ظاهری، توی نقشه های الکترونیکی اونها چگونه نشون داده خواهند شد و در واقع اشکالشون توی نقشه ها با استانداردهای جهانی به چه شکل خواهد بود؟ من بخشی از یک نقشه الکترونیکی رو بهتون نشون میدم و مقاومت رو با هم میبینیم. اگر دقت بفرمایید ببینید این نقشه یک در واقع حالا کامپیوتر یا لپتاپ هست و این شکل یک مقاومت توی نقشه الکترونیکی هست. این شکل به ما خواهد گفت که این قطعه یک مقاومته، اسمش R252 که ما روی برد در کنار مقاومت این اسم رو داشتیم، اما مقدار مقاومت همینطور که خدمتون عرض کردم اوم، کیلو اوم، مگا اوم، مقدار مقاومت اینجا نوشته شده توی نقشه 11 کیلو 11.8 کیلو اوم مقاومت شما هست. حالا با اختلاف یا تولرانس 1% و مقدار مقاومت هم روی برد با این اسم، یعنی مقاومت شما با این اسم روی برد شناسه میشه. بنابراین اگر روی برد مقاومت دارید توی نقشه میتونید اون مقاومت رو پیدا بکنید. اگر اسمش روش نیست مقدار مقاومت رو میتونید از روی نقشه پیدا کنید و اگر مقاومت ما از هر دو خانواده SMD یا دیپ باشد، SMD قرار شد مقدارش روش نوشته بشه، پایه‌هاش روی برد لحیم بشه و دیپ
پایه‌هاش در سمت دیگر برد لحیم بشه. مقاومت‌های در واقع دیپ کد‌های رنگی خواهند داشت. ممنونم که ویدیو ما رو نگاه کردید. این ویدیو بخش کوچکی از مجموعه آموزشی ما هستش و برای اینکه بخوایم به صورت کامل این ویدیو رو تماشا کنید از لینک خریدی که در اختیارتون گذاشتیم استفاده کنید و این دوره رو تهیه کنید. لطفاً برای ما کامنت بذارید و نظراتتون رو در مورد دوره به ما بگید.